Like an echo in the forest that will come back around, as if nothing happened ever. Yeah, life goes on. Cause I'm in the sauce tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Oh, oh, oh. Shining through the city with a little funk and soul. Cause I'm in the stars tonight. Oh, oh, Betty! Na 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 eh. Na 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 eh. Na 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 eh. Na 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 eh. سلام علیکم، احوال شما آقا؟ انرژی زیاد آی جیمین؟ نه 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 اینجا وی بود ولی خب حالا نه 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 دو تا هم پایین نه 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 میدونیم میدونیم میدونید همه انجام دادن؟ حالا ما اومدیم. قبل از هر چیزی باتر فایره، من نیاز به کمی اکسیژن دارم. من مطمئنم قراره مفایدشیم. بچه این تو چای نیست، آب قنده. خب بچه آخه پی ام داده بودن لطفا آب قند بذارن دفعه بغلت. خب ما هنوز آهنگ گوش نکردیم، حتی ریاکت محمد هم ندیدیم، که به خالص پول چه برامون هیچ راجب آهنگ نمیدونیم، حتی تو اینستاگرام واسه میفرستن حتی یک بارم ندیدیم، حتی ریتم آهنگو نمیدونم، شایعاتشو میدونم، فقط اینو میدونم که گروه کوین واسه اینکه دهان هیترها رو ببنده و مشتی بر دهان تمام هیترهای عزیز باشه که آپولو هوا ولش کن، اومده راجع به این آهنگ صحبت کرده، برگشته گفته که مطمئنم که آهنگ خیلی خوبی میشه و آهنگ خیلی خوبی هستش. پس شایعات رو به اتمام رسونده و من هم رفتم یه سری تحقیقات کردم، دیدم که صحت داره و قبل از این کار رو گوش کنم مطمئن شدم که این کار بسیار یونیکه. بس همینجا جمعش میکنیم قضیه رو. بفهمید ریاکت ما ریاکت موسیقیاییه. امروز ریاکت ما ریاکت کاملا موسیقیاییه. موسیقی خوب گوش کنیم، موسیقی رو خوب گوش کنیم و اومدیم که امروز موسیقی رو خیلی گوش کنیم، خیلی خوب گوش کنیم. خب اومدیم با باتر ته این چهار فایره ته چهار روز بس آرمی وی پرپل یو کنارت. امروز من به محمد به من گفت به احترام آرمی لباس ارتش تنش کرد، من به احترام آرمی ایمان کلاه ارتشی، من هم که داداشتونم. موهات شبیه جیمینه. من که داداشتونم بچا. خب چهار توی چهار روزی ما 203 میلیون رکورد، تبریک میگم به شما. رکورد خودشو جابجا کرد. قبلی دست داینامایت بود داره؟ قبلی دست نمیدونم. ببین من میدونم که عدل تو یک ماه به 40 روز نه نه تو 40 روز تونست رکورد 1 میلیارد بزنه که مطمئنم 1 میلیارد تو هفته دیگه زدن دیگه. اونا که هیچی، اونا کاری نداریم. توی این موزیک ویدیو باتر الان رکورد خود بی تی اس رو جابجا کرد. اونجا 100 درصد فکر کنم داینامایت شدن. داینامایت توی یه روز مثلا چه نام 90 میلیون بود، 100 میلیون چقدر این شده بود 105 میلیون مثلا توی یه روز. یکی از بیشترین استریم های ایرانی هم مال این موزیک ویدیو، یعنی آرمی های ایرانی یکی از بیشترین استریم هایی که زدن برای این موزیک ویدیو بودش. 203 میلیون 14 میلیون لایک 84k دیسلایک. گوش نمیدم این آهنگو به دیسلاک ها هیچ کاری ندارم، به خاطر اینکه بی تی اس بیشترین هیترها رو در داخل کشورمون داره متاسفانه. نه همه جا، فقط کشور ما بیشتر نیست. تو کشور من خودم کشور خودم دارم میبینم بیشترین هیترها رو داره و بیشتر از همه مورد ظلم قرار گرفته. اون 84000 نفر بیایید بشینید با من بحث کنید. میخوام اینو بگم، میخوام یه چیز بگم، هیتر زیاد داره. اول اینکه وقتی شما یه گروه موفق باشه هیترها زیاد میشه و تو ایران خب به خاطر بولد بودن این قضیه بهشون خیلی هیت میدن. خب به هر حال به خاطر اینکه تو گرمی اجرا داشتن، توی امریکن میوزیک وارد حتی اجرا داشتن، تو بیلبورد اجرا داشتن، توی همه جا داشتن، یه مقداری تو جهان شناخته تر هم شدن، ولی خیلی هیتراشون زیادن و من
خوشحالم که با این استریمی که میزنید، با این هوادار مداری که گروه BTS داره و با این هواداری که شما میکنید این اتفاق افتاده و الان شماره که جهانه و بهتون خیلی تبریک میگم. بیاین تشویقشون کنیم. امروز یه مقدار میخوایم بیشتر و دقیق‌تر موزیک رو تحلیل کنیم، چون ریاکشن در مورد این کار زیاد هستش و آره، چون دوستای زیادی، حالا من میگم دوست به خاطر اینکه میخوام احترامشون نگردم، ولی دوستای زیادی میگن چرا این آهنگ BTS انقدر ترکید، چرا معروفه؟ بریم دلیلش چیه. میخوایم دلیلش رو خدمت دوستانی که دوست داشتید بدونید چرا، بشنید دلیلش رو. بیکی میوزیک خب موزیک به صورت اولد اسکول، درامز اولد اسکول شروع شدهش، 4-5 ماه دیگه من انقدر میشم، ریتم اولد هاوس حساب میشه این قضیه و کاملا تم 80s به خاطر که لباسش 80s و درام اصلا مدل موهاش، درامش، لباسش خیلی با بیس بازی میکنه نظرت؟ قطعا خیلی درام و بیس بولده تو این موزیک، خیلی درام و بیس کلا فکر کنم تمش بشه نه؟ خیلی smooth like بدون هیچ المان کوردی روش خوندش، هیچ چیزی هنوز گام آهنگو معرفی نکرده، آکوردو معرفی نکرده، فقط وکال شنیدیم، فقط با درامزیه درامز اصلا نوت داره ها، ولی فکر نکنید درام نوت نداره بچه ها، یه چیز باحالی میرسید، درام هم کوک میشه، یعنی درام هم باید کوک بکنی، نوت داره، ولی اون شکلی نیستش گوش غیر مسلح خیلی خوب بتونه نوتشو بشنوه و این داره اصلا هنوز فقط وکال شروع کرده آهنگو، هیچ چیز دیگه شروع نکرده در اصل. Smooth like butter. و کتش چقدر اوورسایزه، اوورمود شده، اوورموده الان، بریم اوور بخریم، بریم. انگلیسیه کل آهنگ، به به، آره کلش انگلیسیه، الان دارم میخونم، نه خب تا حالا انگلیس شد. واه تازه بیس اومد، یعنی هیچی از گام و نوت و کورد و هیچی تا الان نداشتیم، هیچی. خیلی خوشحالم که خیلی دوست داشتم از BTS یه موزیک مایکلی بشنوم. آره خیلی خوشحالم، خیلی ممنون. و من تم مایکل برام، ببین بریم، لازم ندارم بشنوم که شبیه تم مایکل برام من داره، بریم. Yeah, اون چیزی که زدش تازه ریورب پخ شدش، هیچ، خیلی خوش که هنوز موزیک. خب من یه نکته بگم، اسمشو راجع بیسش نکته بگم، بیسی که الان داره میزنه بیسیه که به امپ وصله و یک صدای امپلیفاید کاملا داره. ببین ما خیلی بسیار بیس داریم که یه ذره نرمتره، یه ذره استا شوگو، چرا قیافش عوض شده؟ بگم آهان بفهم بخشی داشتم قیافه‌هاشو نگاه می‌کردم. بیس به صورت امپلیفاید هستش و کاملا صدای امپ و یه مقداری رو دیس بیسش دیستورشن قرار داره. امروز تحلیل من یه ذره بیشتر از همیشه موسیقیاییه. موهای منو جیمینو اول چیز گفتم موهاش شبیه جیمینه، بعد من نمیدونستم جیمین این شکلیه، من کلا گفتم چقدر خوش تیپن، فقط باید برام سفید کنم. وایسا بازم بیس و زیرش سینت پد، آره سینت، آره من نمیخوام نکته بنویسم، میخوام چیزایی که اضافه شده با آهنگو بگم. اولی درامز بودش، بعدش بیس امپلیفاید بودش و سیمور سوی مورد یه دونه سینت بیس اضافه شد که صدا رو یه ذره جوین 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 و سره 80s میده، زیرش هم تازه یه کوچولو ببین، خب بیس داره تک نوت نشون میده اون آکورد رو دیگه، فقط داره تونیک رو در اصلا نشون میده، اون کوردی که اچو تازه برای اولین بار داره یه ذره آکورد به من تو آهنگ نشون میده. بعد باز شدش، اتوماسیون داشتش میکرد، اتوماسیون داشت، اتوماسیون میخوای بگیم چیه؟ اینو می‌نویسم حتما بگو. ببینید دیدید که میکس منا مثلا توی تصویری که تو کنسرت ها نشون میدن، توی استودیو نشون نشستن با این نابای روی میز دارن ور میرن و این پیچا رو بالا پایین میکنن، این یه اتوماسیون دستیه، یعنی اون میکس منه در لحظه داره مثلا اتوماسیون یا همون خودکارسازی، آره دستی داره مثلا ریورب رو میده بالا، اینو میده پایین. حالا توی برنامه‌های آهنگسازی توی دی ای دبلیو ها ما اتوماسیون رو داریم غیر دستی و توی خودمون برنامه ما میتونیم یه نمودار مشخص کنیم که مثلا از این ثانیه آهنگ تا این ثانیه آهنگ با این شیپ مثلا ریورب بره بالا و اینجا همین کارو کرده بود، اولش ریورب کمتر بود، آره، و اتوماسیون زده بود ریورب رو تاش باز کرده بودش. بسیار عالی، مرسی از توضیحات.
چیشی؟ وو آقا موهای وی آبی. آقا وایسا یه موردی داشتیم اینجا تا الان درامش به صورت اینجوری میزنی خب میزد حالا اینجا که رفت توی قسمت کورس فکر میکنم باشه کیک زیر استرام بزن دیسکویی داره صدا میده دیسکوی باری کلا اولد هاوس که گفتم اولد هاوس بودم دیسکو دیسکو داره دیسکو داره صدا میده راستی جانکوک جانکوک من چرا گفتم وی آها جانکوک استرس دارم باتیکم جانکوک ماهاش آبیه بچه ها چقدر موزیک داره اولدی صدا میده اصلا خیلی خوبه مرسی که اعتماد به نفس داد ایما مرسی موسیقی خوب دارید برمیگردید ایما من یه دقیقه وایسا چیه چیکار داره کجا رفت رفت ریتروشه سلام علیکم این رفت یه چیزی بیاره stand back down you go down stay looking down stay looking down بذار باشه بذار اشکال نم بذار خوشحال باش خیلی دوست دارم این آهنگو بذار خوشحال باش آقا بعد سینت بیس اون زیر ساید چینی ها اشکال ساید چینی اینجوری داره میخوره آقا من اینو میدونم چیه تتوی آرمی داره اینجا جانکوک و همیشه تتوی آرمی شما شده اله وای یعنی طرفداراش داره اینجوری میکنه میدونم که اینجاش یه تتوی آرمی داره تتوی آرمی شو خیلی قشنگه این کار واو آماده با هم این کار کنیم 3 2 1 داداش موهای موهای جیمین چه رنگه؟ آره رنگی چقدر خوشگله چقدر من صدای اینو دوست دارم چقدر جیم باله جیمین دیگم جیمین باله یعنی عادیش هم انگار داره اکتاو میخونه جنس صداش یه جوری انگار اکتاو بقیه است باحاله خیلی باحاله چقدر دوست دارم الان جیمی اینجا نشسته بود خیلی مخلصم جیمین جان خوش اومدی به چنل من خوش اومدی به چنل من جیمین مزاحمت نمیشم قربونت برم میدونم که در حال کارهای مختلف هستی هدفونم در میاد راحت تر مزاحمت نمیشم در حال کارهای مختلفی قربونت برم مرسی خیلی لطف کردی فرج جان جیمین تشویقش کنید ولی تو هم دوست دارم من جیمین نمیم داداشم فرق نداره بریم بیاید اندکی تأمل کنیم صبر کنیم و یه ذره توجه بیشتر بکنیم دوباره به اون کاری که همیشه جیمین میکنه من نشنیدم همیشه میکنه همیشه آره 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 بعد این دفعه خیلی هم فاصله این چی؟ همیشه این کار رو میکنه بعد بی این چقدر تحریر ریزی بود دقیق بهش کردی بعد اینجا اکسنتیه دیگه همه دارن اکسنتش رو میدن اکسنت داریم اکسنت رو قبلا گفتیم آره اکسنت هم اگه یادتون باشه قبلا گفتیم اون قسمتی از آهنگ بودش که کل بند میان به یک ضربی به یک چیزی تاکید میکنن همه با هم دیگه به اون ضربه تاکید میکنن با هم میزنن همه در قالب یک تیم الان همه زد درد درد درامر چیک چیک بیسه بوم بوم کیبورد دیدن دیدن همه همین اکسنت رو زدن به اون میگن اکسنت یک آکسانیه حالا اسمت رفری کرده که کردی که شروع این چیز شد وکالش وکودر وکودر شد وکودر شد وکودر شد نه به آکوردم برگشت به آکورد شروع گام نیستش آکورد یکی از آکورد داخل گامه ولی وکودر شد نه هارمونیه چقدر هارمونیش smells like butter آره پس چقدر هارمونیش بود که شبیه داشت وکودر صدا میداد نرم مثل کره آره smells like butter وای ترمی درشت بل رنگ لباس رو نگاه کن فقط
بیت باکسر میشوی؟ من یه چیزی توجهم جلب کرد. Don't need no usher. Usher؟ با یو بزرگ خواننده؟ Usher؟ This baby tonight the DJ girl is falling in love again. واقعا با اون آشرید؟ Dreamin' me you carry bad. What? Dreamin' me a هارمونی شد؟ تحریرش من هارمونیش چشمو خیلی گفت. Dreamin' me you carry bad. Bad. واه چه دقیق دقیقم زدی با هم باری کرد بودن تیپو دیز تنبورینه رو تنبورین داره چیز زنه داره میزن رو تنبورین داره چکا تکا تکا بچه ها تیمبورین که اضافه شد به آهنگ همه هم دیگه اینجوری میگیرن یه چیز اینجوری اینجوری گرد از شون Walk like an Egyptian Walk like an Egyptian All your paintings on the tunes الان تمرین ولی احتمال میدم داشتش با داره روی با استیک روی داشتش رو تنبورین میزن احتمالا نام که هست بیت باکسینگ داره داشته گتچپ لوکات و اضافه کردن یه مدل ساتوریشن به همراه دیستورشن تلفنی کرد تلفنی ببخشید من تخصصی میگم لازمه میخوایم دوستان بدونن چه خبره تو موزیک هارمونی داره خب سلطان جنگ اومد تجتا تجتا تنبولنا تجتا بریم خواهد چکار خواهد دره دره بره سامنه با دره بازه دره بره با حسوس خب داداش نکن این کارو بچه ها اینه گفت آب خم بزن ای من اصلا چای اولین ریاکتی که من یادم رفت چایمو بخورم ایما من جز اولین بارایی تو زندگیمه که یادم میره چایمو بخورم یه رفت جنید من لباس هم از کنم بیام آخه دیدم کت شلوار عینک داره هیچ بدبخت شدیم تو این ریاکت این هی میخواد بره حال لباس بپوشه بابا جذاب ترش میکنه اینجوری بریم تو رو بگل آره مودا تو رو بگل سینت چه دره دره سافت و لطیف و خوشگل خوردون سینت دره دره تم ده هشتاد باشه قدیمیه من یه سوال دارم چی میگین که کاور این آهنگ همون چه ربطی داشت فقط سر اون تیزرش چون درام و بیس بود دیگه ما ناشنواییم نمیشنویم چیزها رو ما تشخیصمون ضعیفه شما تشخیصتون قویه خود کوین میاد چیز میذاره توییت میذاره اونم خودش هم نمیفهمه بفهمید خوبین بابا بفهمید باشه بفرمایید جان نه جیمین هم داره شاید همه دارن نه من جانکوکو میدونم دار چقدر لباسش باحاله ورزشی شد تو سالن ورزشگاه هم هستن آره میخواد الکتریک بزنه جیمین شنیدی تو هم الکتریکو من داشتم جیمین نگام کنم سکسه یا سینت سکسه سکسه سینت سکسه داره مطمئنی؟ هم دیستورشن داره روش باشه رو سکس هم دیستورشن میندازن داره خیلی سینتی میزنه وایسا سینت سکس یعنی به جای اینکه با اینسترومنت سکس بزنم با سینت صدای سکس رو ساختم و دارم میزنم چه تنظیم آقا من میخوام بسته رنگ با تنظیم وای حاجی این تو لای این تو لایو شقا حال بده یعنی از سکس بیارن و همه باره و تو اونجا که میتونم برخصن حالش حال میده این تو لایوش خیلی حال میده چقدر خوبه رقصاشون وای دونبست من این عکسشو دیدم یا فوتوشوتینگ گذاشته بودن قبلش من این عکسشو با این دونبست پیش دیده بودم اسم این رقص چی بود؟ با پا چیز میکردن؟ یه اسمی داشت این رقص که با پاهاشون بیشتر مانور میدن فقط یه لحظه سلطان شوگا رو نگاه کن آره شوگا آره براش
جنگ همه. میدونی که به شوگا میگن هیتر کش گروه. امروز من با شوگا دارم بازی میکنم. جیمی داداشمی ولی امروز بارم با شوگا بازی میکنم. من که همیشه با شوگا بازی میکنم. چقدر خوب میره. شوگا بودا؟ ببین اخو فقط اره. یعنی که اون قدم با هاتون هنوز خوب نیستم. اوکی داداش. آره و از نوت خارجگاه میشون یعنی بندینگ داشت میرفته حتی این آره بند بود دیگه چند تکنیک خفنی و ایمان چه ملودی اوورتوری داشت بچا برید یک الان سکس بشه بشه اوورتور بچا نکاتون یاد آره این ملودی اوورتورش بعد اوورتور. کورس یه تیکه ای که اینسترومنتی میاد اون وسط و یه سولوی میزنه اوورتوره من اوورتوره بچه دوری خوشگل رفت بودم بایست من نیدر بردم دوم 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 بیسش ببین به استاب بیس داره میخورد بیسش تام تامی خورد استاب بیس یه دوم 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 آکورد و وکال گرفته بود اگه دقت بکنی ها یعنی سینت در اصل وکال بود اینجا چقدر سویچ تصویر خوبه این پر اون زیر هیرس هیرس لاواس بریم تیپ آرمو آره چقدر این تیپو دوست دارم یه دقیقه وایس نه ندارم نه نداری وایس یه چیزی نوشتن به خوده یه چیزی نوشتن آرمی 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 موهای تنم سیخ شد آرمی. به خاطر شما باری چند آرمی های عزیز باری موهای تنم سیخ شد من دیدم این دوتا اینجوری وایس هم گفتن یه چیزی نوشتن تشم جیمین وای و آرمی و مست هم بچه من بغضی شدم آرمی خیلی قشنگ بود کارتون باری کلا خیلی قشنگ بود همین چی هم؟ خندونه هست که یه قطعه عشق داره میگه گریه نمی کنم گریه نمی کنم بریم خب چرا اینجا وایسادی؟ چرا نذاشتی گوش کنم؟ خواستم اینو بشته باشه اینم یا نه؟ چرا نذاشتی گوش کنم؟ این چی بود؟ خیلی بالا بودا وای فکر کنم ندارمش جیمین وایسا ندارم جیمین ندارم ویسله جیمین زده اینو باور کن جیمین ویسله من ندارمش من فقط ویسل رو ندارم یه بار یه بار امتحان کنم به این برمیزم دیستورد نشه ندارم وای من اون نوتو ندارم ندارم وای من اصلا ندارم این نوتو این چرا کند آقا من این نوتو نداشتم گرمم شد خیلی آهنگ اولین بار بود توی ریاکتور من این نوتو نداشتم این اولین بار بود بچه ها میدونین واقعیتش اینی که ما داریم انقدر بالا پایین پاییم و لذت میبریم اصلا هیچ ریاکت اقراق‌آمیزی نیستش و نکات رو داریم میگیم و چیزایی هستش خودمون دوست داریم انجامش بدیم من عاشق موسیقی در هشتادم ایما عاشق های نوتایی بسیار بالاست ریتمای فانکی ریتمایی که داریم همه چیزایی که تو زندگی خودمون همیشه دوست داشتیم و شما هم تو اینستاگرام دیدین و هیچ چیزی من این آهنگ رو بسیار دوست دارم و هیچ اقراقی در حرفم ندارم خودتون دیدید ما هم الهام گرفتیم هم یه سری پرسیدن که چرا همه آهنگ رو میگی به به چه چه چون سبک مورد علاقه مونه ولی یه چیز بگم ایمان به میای کلامت اگه میگیم سبک مورد علاقه مونه چون سلیقه ماست هیچ وقت آهنگ خوب و بد وجود نداره تو دنیا من سلیقه آهنگ ایرانی نیستش سلیقه آهنگ غربیه و کی‌پاپ یکی از بزرگترین سلیقه هام الان هستش پس آهنگ ایرانی نمیشه گفت بعد آهنگ اینو به چه خوب بشه گفت آره اصلا تو سلیقه ما نیست تو موسیقی نه خوب و بد وجود داره نه درست و غلط وجود داره پس من هیچ وقت نمیام فقط یه حالت که از لحاظ تئوری موسیقی مشکل داشته باشه اون موقع میام میگم آقا این اشکال داره این اشتباهه این مشکله ولی خب اینا که بمب تئوری ان واقعا بمب تئوری ان چرا پس بگیم که این آهنگ بد اون آهنگ خوبه دوست داریم آهنگ لذت داره میده لذت بخش آهنگش حالا هر چقدر هم شما بخوای به گروه های مختلف آدم های مختلف موزیک های مختلف به هر کی هیت پیدا هر صورت بدترین آهنگ دنیا از نظر تو
یه نفر عاشق اون آهنگ شاید تو کل دنیا، میگم شاید 15000 نفر بگم بهترین آهنگ تاریخ دنیاست، یه نفر عاشق اون آهنگه. مسئله سلیقه است و خب این قطعا سلیقه ما و اولین بار بود من این های نوتو نداشتم تو صدام و قول میدم که تمرین بکنم و این های نوتو در بیارم. ببین ببینم. قول میدم تمرین کنم. ایمان آماده باش میخونم خودت انجام بده. به خاطر این ناراحتی الان. Put your head on my shoulder. چرا سر ضرب گذاشت؟ بریم. ولی قول میدم تمرین کنم. منم قول میدم که برات این آهنگ کاور کنم. او 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 قول بریم. لوکیشن او کرس نه چیه؟ باتر زرد. خب ربط داره قطعا. نه 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 مثلا چیه؟ نه ولی هرچی هست به باتر. یه صورت عسل افتادم آخه باتر این که چیزه حواسم واسه این نبود. آره درسته بریم. اینو میزنه با آقا بگید اگه اون آرمیه نیست چیه قضیه؟ زنبورش آورد. منم این لیوانم یک از شاگردام هدیه واسم بوده. این برام عکس خودم. چرا؟ چرا الان لباس زرد بغلم بود؟ این برام عکس خودمه. چیکار میکنی؟ سلام. درسته صافه؟ کلا داشت کسیشون صافه؟ آره آخه نه هارمونی زرد با کلا قهوه نمیخوره. اینجا کاملا دیگه سوال جوابه. قشنگ دارن سوال جواب میکنن و بچه دقت کنید اون زیر بک وکالا به صورت شدیدی دارن آکاپلایی دارن آکاپلایی میخونن. بله کردو به همون میدن ها. خیلی نکته خوشگلیه اون زیر. خیلی باری کلا ایمان قشنگ دارن آکوردارو به اون آکاپلا میدن. باری کلا واقعا نکته است. ببین همین ریزکاری همین ریزکاری هست که بمب میکنه متفاوت میکنه آهنگو. ای بابا ریتم فانکی فکر آمد شد. نه نه چه تنظیمی من کاش اینجا یه تو فانکی گیتار میخورد. این آهنگ شماره یکی اسپاتیفای 100% میشه و رکورد دست ویکنده. تو ویکند هم همین سبکا کار میکنه دیگه تقریبا دیگه. چقدر بود ویک میدونی چقدر؟ ویکند 2 میلیارد خورده بودش. 2 میلیارد؟ آهنگ بلاد این لایتس خب و آهنگ سیو یور تیرز هم داره به همون شدت میرسه ولی من مطمئنم باتر اون آهنگو میگیره چون سبک روز دنیا و مورد علاقه همه الان اینه. موسیقی دهه 80 هولدیز آمریکا. آره اصلا یه چیز باتر رو پوشیدی؟ بله بله بله. یه چیز کاملا بین المللی زدن. خیلی اینترنشنال موزیکشون. سه تا رپ داشتیم تو این دیگه. بله بله. داره میخونه هنوز. لباس جانکوکو. آخه جانکوک. جانکوک. تو رو خدا دقت کنید اون زیر چی داره میخونه. چی چایی دستش بود؟ چی چایی دستش بود؟ نهیدم نهیدم. یه چایی بود اگه. آره وی بود؟ ویه دیگه؟ نه شوگای یا ویه؟ ویه الان چرا بسمه اقل سخته تشخیصش؟ وی؟ وی فکر کنم هر کسی داداش همی داداششی؟ وای چقدر من این آرمو دوست دارم. پفک داشت میخورد جان کوک. نه پاپکورن. مشکل نداره هر چیزی که پفک تور باشه پاپکورنه. پاپکورن اسنک. هر چیزی که پفک نه اسنک. نه 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 هر چیزی که پفک تور باشه پاپکورنه. این جمله رو میخوام در توییت نابود کنید. هر چیزی که پفک تور باشه چیه؟ تو چرا خود توییتر نمیریزی؟ هر چیزی که بخوام من ایمان تو میگی هر چیزی که پفک تور باشه اصلا نه اینو توییت کنید. هر چیزی که خوردنی باشه پفک اینجا پفک من پفک تو تی وی اس پفکس کنات چی بود؟ چک تک تک اون چی بود؟ گیتار بود. نه 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 وکال چاپ بود. چیز شد هم تیون شد از ایناس تاک باکس تاک باکس تاک باکسش کرد.
و هم چون تاک باکس حالا که حالت تیونی میده تاک باکس نوشتم چاپش هم کرد چاپ بوکس آره تاک باکس دستگاهی که شما کیبورد یا هر چیزی رو که الکترونیک باشه لولا رو میگم تو دانشون واو باش حرف میزنن ساز میزنن 24K ماجیک برونو مارس مثال واضح اول این خیلی واضحه آره کره خالی آخه هایدین مزه کره رو دوست نداره من دوست دارم هایدین دوست نداره وای خدا تو زندگیش تا حالا کرد یه بار بچگیاش خورد دیگه نخورد بریم اشکال نشه بچه یه چالش میدین من راجع به این چی شنیده بودم چی؟ گرفتن این صحنه 2 ساعت 3 ساعت طول کشیده چون کره میخورد بالا میبرد و واسه همین خودشم شد من فکر کردم همشون میخورن من تو کامنت های دیدم که این صحنه چند بار فیلم برداری شده که چون کره میخورده حالش بد میشده من و دوستان با هم شاید من با این کار نیاری بچه چالش نه 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 تو رو خدا تو نمیتونم این معذیت نکن اونایی که دوست دارن آیدین یه قالب همین انقدی کره بخوره ایما انقدر کره بود نه کوچولو بود خیلی نبود یه قالب همین الان میتونم تو رو خوب بازو کنیم به کامنت ها آره بازو کامنت ها بچه هایی که دوست دارن آیدین انقدر کره بخوره و فیلم بگیره استوری کنه کامنت داون بیلو واقعا تعداد کامنت ها زیاد شه این کار رو میکنم به احترام وقتی که BTS برای هوادارش انقدر ارزش قائله و آرمیا رو به این شدت استند میکنه و نمیدونم واقعا چی بگم من در برابرش چیزی نیستم که بخوام کامنت شما رو انجام ندم خب گام در نیاوردیم آکورد رو نزدیم گیتارینا گیتارینا خب میشه بزنی ببینیم بعد خب گوش کن تو فامینور همیشه فامینور میشه نه همیشه ری دیز ماژور بعدش هم دو دیز ماژور بعدش نخون بعد آخرش هم یه دونه سول دیز ماژور اینجوریه نه 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 خیلی خوب موسیقی برای من این آهنگ BTS بهترین آهنگ BTS در تمام ادوار واسه من بود خوش دستت بازی میکنم تو موسیقی BTS این واقعا واسه من یک شد واسه من یک شدش تو موسیقی کی‌پاپ هم اومد جز 5 تا موسیقی برتر من بطن. چون من اولدیزم فایتینگ من فکر میکنم آره یک تو BTS آره. برای منم یک آره یک دوستانی که خیلی علاقه داشتن بدونن که چرا BTS چرا رکورد چرا معروف چرا فن چرا هوادار چرا آرمی زیاد کمپانی قوی تصویر قوی ایده قوی دلایل موسیقیایی شما میتونید توی این ریاکت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دلیلی که ما فقط خواستیم شما بدونید و نوشتیم نمیخوایم دونه دونه توضیح بدیم یارو فقط سرفصلاشونو بگو عروشون رد چیم درامز بیس امپلیفاید سینت بیس پدز که زیرش بودش اوتوماسیون اکسنت تنبوری همون تیمبرین یا بعد سینت ساکس اوورتور و تاک باکس اینا قسمت های مختلفی بودش که یعنی قسمت هایی که با هم دیگه شده بودن تنظیم این موسیقی حالا خیلی چیزا رو نکفتیم خیلی چیزا اگه 400 لاین بود چون گوش کنیم لذت هم ببریم واقعیتش اگه 400 لاین بود ما 10 لاینش رو گفتیم ولی 10 لاینه یه ذره خلاقیت توریشون رو برگشتیم بهتون گفتیم میگم همه کسی که میپرسیدن چرا BTS چرا انقدر معروف چرا اینجوری ویو چرا اینا واقعا یه موج نیست ببینید کسی که نامزد جایزه حالا الان میخوان همه بیان بیان که گرمی هم پارتی بازی مافیا باشه ولی کسی که کلا نامزد گرمی میشه داره جایزه میبره در سطح جهان داره ببین منطق باید پشت سر قضیه باشه یعنی واقعا نه نظر منه حتی نه نظر آیدنی نه نظر هیتراست نه نظر بچه‌ها همه سری... گروه های دنیا یه سری داور جهانی هستن یه سری وقتی نامزد شد توی گرمی باندرویشن هم این کارا رو میکردش اصلا وقتی نامزد شد توی گرمی یعنی موسیقیشون استاندارد استاندارد جهانیه رد کنه یه مقدار از استاندارد بالاتره
که اومد دارای خلاقیت و تمام اثرهای موسیقی از تبلیغات از کمپانی از هر چی بگیرید، تبلیغات بی‌نظیر باتر هممون رو بسیار راغب کرد که این کارو گوش کنی. اومدش یه تایملاین گذاشت، گفت باتر فلان چیزا و فقط یک ساعت یک کره رو فقط نشون داد و کل آرمیا یه صف نشستن تو یوتیوب که فقط ببینن این چیه و آخر فقط یه کره دیدن. خب یه تیزینگ تبلیغاتی، همه اومدن به من دایرکت دادن آقا دیدی تیزر رو، بعد فوتوشوتینگاشو. ببین کار از صفر قویه، یعنی تیم برنامه ریزی، تیم تولید، تیم تهیه کنندگی، تیم تصویر، تیم آهنگسازی، تیم تنظیم، تیم میکس و مستر، تیم پخششون بمبن آقا. این شکلی قضیه، همه با هم حرفی نمونه. شاید واقعا بگم 50 60 نفر واسه این آهنگ کار کردن. شما دارید 7 نفر نانستاپ. آره شما دارید 7 نفر 8 نفر 9 نفر 10 نفر بگیم اصلا جلو دوربین میبینید، ولی 50 نفر واقعا واسه این موزیک فکر کردن. خیلی کار بزرگیه بچه ها، باید بیاید وارد پروسه ساخت موزیک بشید ببینید چقدر سخته. برای من بی‌نظیر بود، لذت بردم، تحلیلش کردیم. باز اونجوری که میخواستم و ریزبینانه تر نتونستم تحلیل کنم، چون واقعا میخوایم لذت هم ببریم واقعا. چون اولین بار گوش میکردیم و من برم که هی گوش کنم و بیشتر ازش یاد بگیرم و بیشتر چیز مختلف استفاده کنم، چون دلم میخواست که تو اینستاگرام و توی یوتیوب هم کار شخصا ایتیز داشته باشم. خب آره. بعد از هر چیزی لازم نیست سردارمین سابسکرایب کنید لطفا چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید که وقت باز میاد نوتیفیکیشن بیاد، لایک کن، کامنت بذارید، انگلیسی انگلیسی نو ایموجی خودتون بهتر از ما میدونید. دمتون خیلی گرم، مرسی از آرمی های عزیز، مرسی که وایس این تا ته نگاه کردین و خوشحالم که از نه فقط آرمی ها، بچه‌ها همه نگاه میکنن. یه چیز خیلی خوشگل، خیلی پیشنهاد داده من این قضیه، یه چیز خیلی خوشگلیه که دوست دارم و واقعا خوش هارتم اکلیمی میشه. واقعا میبینم تو کامنت ها، مثلا یک مثلا توی ریاکت قبلی که مال بکیون بود، میبینم که مثلا آرمی ها اومدن نوشتن که خب من یک آرمی ام مثلا. عالی، آره. آفرین واقعا دمتون گرم. مثلا 10 ساله که دارم BTS رو استن میکنم آرمی ام، ولی خب این آهنگ بکیون رو خیلی دوست داشتم، مثلا بکیون جادویی چقدر صداش قشنگ. میبینید اینکه طرفدارای آرمی همه فکر کردن کی‌پاپ فقط یه اکسو یه چیز BTS یه چیز دعواست فلان، ولی اینکه من میام تو کامنت ها میبینم اکسو ال اومده میگه این موزیک BTS چقدر قشنگ بود، آرمی اومده میاد میگه این موزیک اکسو اتحادتون دوست دارم، آره بلینک میاد میگه این چقدر خوب بود، مثلا طرف تا اون یکی طرفدار آگاسه NCT میاد میگه آقا من خودم مثلا طرفدار NCT ام، ولی این موزیک خیلی این کار اتحاد چیزی که ما تو ایران نداریم و همیشه برخلاف هم دیگه جلوی هم بازی کنیم، پشت هم بازی کنیم، پشت دست همه شما همه تو شما داداشید، پشت هم بازی کنید، شما همتون شهر من. دمتون گرم، خیلی حال داد، امیدوارم که لذت برده باشین. یه دونه ایت.